به نام ایران، به نام آزادی، به نام مردم. همان مردمی که اراده کردند و محمد علی میرزای قاجار و فرزندش را که یکی آلت دست روزها بود و دیگری لیاقت پادشاهی ایران نداشت را خل کرده و بر اساس قانون اساسی مشروطه سلطنتی که حاصل جانفشانی و تلاش تمام اقوام آزاد و آزاد زنان ایرانی بود با تغییر سلسله از قاجار به پهلوی در چارچوب قانون با اراده و خواست مردم رضاشاه بزرگ را بر سر اداره امور ملک و ملت نشاندند در دوران قاجار و حاکمیت مطلقه اراده شاه و حتی حاکمان ولایات حکم قانون را داشت و مردم رعیت محض فاقد اراده بودند مشروطه آمد تا پایانی باشد بر تحمیل اراده فرد بر جمع تا نهادهای قانونی برآمده از اراده جمعی با خرد جمعی امورات را سامان دهند و نتیجه آن تصمیم تبدیل ایرانستان دوران قجر به ایران روبروشت و ترقی در دوران پهلوی اول و دوم بود بعد پنجا و هفت شوم و استیلای شریعت مداران ایران ستیز بر ایران و ایرانی علا رقم شعارهای مردمی اولیه با همراهی تمام احزاب مشارکت کننده در آن افتضاح تاریخی ایران ویران کن رسیدیم به جایی که سر دشخیم زهاک زمانه سردار اشتری پیرو سخن دشخیم مبنی بر ممنوعیت دعوت به رأی ندادن اعلام می کند رهبری تکلیف همه را مشخص کردند و پلیس و دستگاه قضایی طبق قانون با هر کسی که تخلف کند برخورد خواهد کرد یعنی تمام نهادهای انتصابی و ظاهرا انتخابی کشک و گفتار و عوامر زهاک برابر با قانون است آن دیگری میگوید رأی مردم وجاهتی ندارد امر امر ولی فقیه است و بس یعنی دوباره برگشتیم به دوران فلاکتبار قاجار البته انصافا روی قاجار را سفید می کند جمهوری اسلامی برآمده از افتضاح پنج و هفت خب جمهوری این است دیگر تفاوت بسیار است بین جمهوری و جمهوریت روزگاری نه چندان دور محمد رضا شاه پهلوی حتی برای اجرایی کردن مفاد انقلاب سفید که تعدیه مجلس را داشت و تماما در راستای خدمت رسانی به مردم بود و به سود کارگران و زحمتکشان زمانه و در راستای همگانی و رایگان نمودن تحصیل و بهداشت و غیره رایگان و حق رأی و آزادی زنان و رهانیدن مردم از دست فعودالها و ابطال رعیت و بردگی مردم با این همه طبق قانون متوسل گردید به رفراندوم ملی و این یعنی جمهوریت این تفاوت فقط یک از هزاران تفاوت بین شیخ و شاه، خادم و خائن، قجر یا پهلوی، تابعیت از قانون با حاکمیت مستبدانه می باشد. بر همین اساس است که شهیاران این یاران صادق شاه مدافعان نهاد سلطنت این مدافعان قانون و اراده مردمی تاکید دارند بر بازگشت بر قانون اساسی مشروطه سلطنتی بر اساس اراده مردمی به پشتوانه صندوق رای با مشارکت همه سلایق سیاسی فردی بدون هیچ تبعیزی و تنها استثای آنان حضب مشروع از مشروطه و جدای دین از سیاست و عدم دخالت هر دینی در حوزه قانونگذاری و اجتماع می باشد. نگاه مشروط خواهان برخلاف آن دیگران انزمامی می باشد نه سلبی. یعنی برای تمام سلایق جا دارد. جمهوریت در دل قانون اساسی مشروطه سلطنتی نهادینه بوده همچنان که پادشاهی در دل نهاد سلطنت نهادینه گشته در این دستگاه فکری و نظری و قانونی هیچ کس فراتر از قانون نبوده و قانون بالاترین است در مصادیق تاریخین را به عینه دیدیم خلعه محمدعلی میرزا و احمد میرزای قاجار به خواست و اراده مردم و برآمدن رضاشاه پهلوی با اراده نهاد جمهوریت یعنی مجلس و دوباره استعفای تلخ رضاشاه در دوران جنگ دوم جهانی و اشغال ایران و برآمدن محمد رضاشاه با تایید نهاد جمهوریت قانون اساسی مشروطی سلطنتی گواه این ادعاست و صد البته نتیجه روشن است آبادی ایران و رفاه ایرانی اکنون بعد از چهل و دو شوم سال تلخ و ایران ویران کن ما مردم ایران متحدانه در یک اقدام سلبی و ایجابی با نافرمانی ملی و مدنی یک پارچه نه به جمهوری اسلامی را فریاد میزنیم نه به جمهوری برآمد از نکبت 57 و هفت با کارگردانی بیگانگان و آری به بازگشت قانون و اراده مردمی نظام آتی ایران و شکل و محتوای آن در پای صندوق های رأی مشخص خواهد شد. شهیاران نه در شعار بلکه در عمل به اراده مردمی باور دارند. جانم فدای ایران. سکوت دیگر بس است. صحبت های احمد فراستی ساواکی تو کلاب هاست خواب از سرم پروند. حرفاش مثل آتیش فندکی که زیر انگشتان زندانی سیاسی می گرفت، تمام وجودم و سوزند. وقتی با نیشخندی هرزه و زهرالود میگفت شلاق نوش جونتون تمام فراموشکاری های چهل ساله از سرم پرید حرفای قشنگ رضا پهلوی حرفای متین ملک فره شماتت کننده های چهل ساله ما پدران انقلابی و روشنفکر همه زیر قهقهه مستانه شلاق زنی به نام احمد فراستی به طور کامل فراموش شد کلا یادم رفته بود که جنایت اطلاعات خمینی خامنه ای جنایت ساواک و ساواکی ها رو کمرنگ کردی و با حرفای فراستی و شلاق نوش جانتون گفتن اون جنایت ساواک در مقابل چشمانم دوباره رنگ گرفت رنگی سیاه و پر از وحشت چهل سال بعد از امروز یعنی 1440 خورشیدی و 2061 میلادی رو تو ذهنم زنده کردم که ما نیستیم و اطلاعاتی های خمینی ای تو جایی مثل کلاب از آدم کشی های آمیز خودشون میگن و به بازمانده های چه سال قبل میگن شلاق و تحضیه نوش جونتون. نه نه ما که جوان و بچه بودیم نه روشن فکرای آشنا به جهان آزاد و دموکراسی نه ما که اون زمان فرزند بودیم و امروز پدر شدیم هیچ اشتباهی نکردیم. دستگاه جهنمی ساواک باید میرفت. جوانا باید در مقابل جنایت ساواک و شلاق زدن ها و داغ رفش هاش که ایستادن و اونو نابود کردند. اگر خمینی اومد تقصیر جوانه ضد ساواک و ساواکی مثل فراستی نبود. امثال فراستی ها باید گیر میافتادند و به حب صحبت محکوم می شدند و تحت معالجه روانی قرار می گرفتند تا بعد از چهر سال جرأت نکنند از لانه تاریک خودشون بیرون بخزن و به جوانان شلاق خورده اون روزگار بگن شلاق نوش جونتون. نه. کار ما درست بود. بر سر کار اومدن خمینی و دار و دست یاخوندها خواست ما نبود. خواست ما از بین رفتن شکنجه و داغ و درفش تو زندان ها و کوتاه شدن دست امثال فراسته ها بود. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا